أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. ما از کتاب این کتاب بیارید تا فرمان افسانه معجزات قرآن که یکی از بینندگان بر من فرستاده به ترتیب موضوعی رو که نوشته انتخاب میکنیم و جواب میدم. من هر وقت میبینم کسی که با کتاب خداوند پاک سر جنگ پیدا میکنه، سر خودش میشکونه. و امروز شما میبینید که همین ملحد داره معجزات قرآن رو نشون میده ولی قبول نمیکنه، یعنی میبینه قبول نمیکنه. خب بریم صحبتاشو بشنویم. من فایل وردشو الحمدلله این دفعه درست کردم که صحبتا رو از زبان خودش بشنویم، اما کمی خلاصه کردم چون که میدونید که پرگویی میکنه. میگه که مسلمانان ادعا میکنن، لطفا سفره بیارید، که الله پاک در قرآن فرموده فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، قسم یاد میکنم به خداوند مشرق ها و مغرب ها که ما قادر هستیم. میگه مسلمان ها میگن که لازمه کثرت مشرق و مغرب کروی بودن زمین است، زیرا اگر کروی نباشد معجزه دارای یک فقط دارای یک مشرق و یک مغرب باشد پس نمی نوشته که کروی است، پس این یک معجزه علمی است. الان ملحد پاسخ میده، برگردیم تا فرمان. البته اینو بگم که ما مسلمانان نمیگیم که کروی است، که بگیم میگیم که مثلا تخمرغی شکل است، بیشتر شکل تخمرغ رو داره یا بگیم تخم شترمرغ رو داره تا کره مثل توپ. اینم توضیح بدم، ولی اونم دیگه یه جور کره است. خب ملحد داره میگه که این آیه، خوب نگاه کنید، بیارید دو تا فرمان، این آیه اشکالات فراوانی داره. آقا اشکالش چیه دیگه؟ میگه چم خب میدونید که همه جا مشرق مغرب دیگه، اگه کره به زمین کره زمین مغرب و مشرق زیاد نداشته باشه که نمیشه مغارب و مشارق. شما هر لحظه الان در کره زمین که خورشید میگرده یک جاش مشرق یک جاش مغرب، یکم جلوتر دوباره مشرق میره جلو مغرب میره جلوتر، 24 ساعت هزاران هزار مغرب و مشرق پیدا میشه. و خداوند باید اگر ست مسطع بود خب میگفت یک مشرق یک مغرب، آقا از مشرق در میاد مغرب غروب میکنه. خب حالا میگه این اشکال داره. آ اشکالش چیه آقا؟ اگر فرض کنیم کثرت مشرق ها و مغرب ها نشانه کروی بودن زمین است، فرض چرا کنیم دیگه؟ واجب است که قبول کنیم. آیا این آیه با دو آیه دیگر قرآن تناقض پیدا میکنه؟ خب چه تناقض پیدا میکنه آقا؟ میگه در سوره مزمل الله میفرماد رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. چنان که ملاحظه میکنید در اینجا مشرق و مغرب به صورت مفرد آمده. در آیه 17 از سوره رحمان نیز اومده، داره ملحد میگه ها، رب المشرقین و رب المغربین، خدای دو مشرق و دو مغرب. خب اگر کسی حالا ملحد میگه اگر کثرت مشرق ها و مغرب ها در سوره معارج نشانه کروی بودن زمین باشد، یک مشرق و یک مغرب نشانه چگونه بودن زمین است؟ همینطور دو مشرق و دو مغرب نشانه چی چیز است؟ با این حساب میگوییم که ملحد داره میگه قرآن دچار پریشانگویی شده، زیرا اگر لازمه کثرت مشرق ها و مغرب ها معارج در سوره معارج کروی بودن زمین باشد، لازمه یک مشرق و یک مغرب نیز مسطع بودن زمین است، زیرا یک مشرق و یک مغرب فقط زمانی با شکل زمین جور در می آید که زمین مانند سطح یک میز صاف و مسطع باشد تا یک طرفش مشرق و طرف دیگرش مغرب محسوب شود. اگر با همین قاعده جلو برویم وضعیت دو مشرق و دو مغرب نیز بدتر می شود، زیرا در این حالت زمین باید دو عدد خورشید هم در زمین باید دو عدد خورشید هم وجود داشته باشد، که یکی از سمت چپ طلوع و دیگری در سمت راست غروب و دیگری از سمت راست طلوع در سمت چپ غروب می کند تا زمین دارای دو مشرق و دو مغرب شود. معنای این آیه درست در بیاید. ملحد ادامه میده ما در تنها در صورت می توانستیم بگوییم منظور آیه 40 سوره معارج کروی بودن زمین است که تنها که به تنهایی در قرآن می آمد، اما چون دو تا دیگه در سوره مزمل و رحمان به صورت مفرد به صورت دو تایی اومده اینو دیگه قبول نمی کنیم.
آری آری، هیچ کدام از این آیات ربطی به شکل زمین ندارد و اگر ربط داشته باشد نه تنها ممکن است معجزه نیستند، بلکه گواهی هستند بر بیخبر بودن قرآن از علم و واقعیت های جهان. زیرا بقالی که ماست را هم سفید بداند هم سیاه و هم قرمز، به یقین از رنگ واقعی ماست بیخبر است. بله ممنونم. خب عزیزان، ما اینجا کار من رو، من در وقتی که شبکه کلمه بودم راحت کردم، یک کلیپی رو من نوشتم، تهیه کنندش من بودم به فضل الله، و دوستان شبکه کلمه اون رو به صورت کلیپ در آوردن. این کلیپ اتفاقا جواب همینه که چرا در قرآن اومده و این معجزه قرآن رو ببینین. یه دفعه مشرق و مغرب به صورت مفرد اومده، یه دفعه به صورت مثنا اومده، دوتایی اومده، یه دفعه به صورت جمع اومده، چند دفعه به صورت جمع اومده مشرق و مغرب ها. کلیپ ببینید، توضیح براتون کامل میده، نیاز دیگه نیست من حرفی اضافه بگم. سال هاست که با پیشرفت علم و فناوری رازهای هستی یکی پس از دیگری برملا می شود و حقیقت کائنات روزنه نوری است بر تاریکی گذشتگان و چراغی برای آیندگان. دانشمندان به تازگی حقایقی از تعدد مشرق و مغرب به دست آوردند، در حالی که خداوند 1400 سال پیش این حقایق را در کلام پاک خیش بیان داشته است. ما در قرن 21 می دانیم که زمین ساکن نیست و به دور خودش می چرخد و همچنین می دانیم که زمین مسطح نیست بلکه کروی است. یکی از معجزه های قرآن این است که توانسته حقایق علمی را برای آیندگانی که قرنهای بعد به دنیا می آیند روشن سازد، بدون آن که مخاطبین زمان خود را بیازارد. حال می خواهیم حقایق علمی که قرآن بیان فرموده را نمایش دهیم. در آیات قرآن مجید مشرق و مغرب به سه صورت آمده است. 1. به صورت مفرد مانند مشرق و مغرب از آن خداست. 2. به صورت مثنا مانند رب المشرقين ورب المغربين. او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. 3. به صورت جمع مانند فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. سوگند به پروردگار مشرق ها و مغرب ها که ما قادریم. در صورت اول مفرد بودن مشرق و مغرب برای همه ما مفهوم است، چون همیشه طلوع و غروب خورشید را می‌بینیم. محل طلوع خورشید را مشرق و محل غروب خورشید را مغرب می‌نامیم. اما در صورت دوم خداوند مشرقین و مغربین، یعنی دو مشرق و دو مغرب، این را چگونه اثبات کنیم؟ اکنون با پیشرفت تکنولوژی ما می توانیم این دو مشرق و مغرب را در یک لحظه با همدیگر ببینیم، که اگر زمین کروی نمی بود ما فقط یک مشرق و یک مغرب می داشتیم. پس وقتی قرآن می فرماید رب المشرقین و رب المغربین، یعنی خبر داشته که زمین کروی بوده، اما آن را طوری بیان کرده که مردم قرن هفتم سردرگم نشوند و فهم دو مشرق و دو مغرب ممکن نبود. پس حقیقت دوم این است که نشان می دهد این کره به دور خود می چرخد و ثابت می شود که قرآن وحی الهی است. اما در صورت سوم خداوند مشارق و مغارب را به صورت جمع آورده است. چرا؟ زیرا در طول شبانه روز زمین دامن کشان با شب و روزش حرکت می کند، هر ثانیه یک مشرق و یک مغرب جدید در کره زمین تولید می شود. برای همین است که ما می‌بینیم وقتی که در تهران نماز ظهر را ادا می‌کنیم، مردم دیگر در بعضی از جاهای دیگر دنیا نماز عصر را برگزار می‌کنند. جمعی دیگر در جایی سوم نماز مغرب را و جمعی چهارم در جایی دیگر نماز عشا را و جمعی پنجم در جایی دیگر نماز صبح را می‌خوانند. اما چون بشر در قرن هفتم علم به کروی بودن زمین نداشته، لذا الله جل جلاله لفظ مشارق را به کار برده تا مخاطب همه قرون قرآن را بفهمند.
ممنونم. آقای ملحد دیدی هم ماست سفیده هم سرخه هم سیاهه، هر سه تا رو. و خیلی جالب الله پاک دیدی که به چه خوبی بیان کرد. و دو مشرق و دو مغرب داریم. الان مثلا صبح میشه اینجا، مغرب میشه در کالیفرنیا. دو تا مغرب و مشرق شد، منظورم تهران، تهران و کالیفرنیا. خب چون در دو طرف زمین واقع شدن و مغارب و مشارق معلوم. یعنی این یکی از معجزات عجیب قرآنه و فقط یکی نیست. این نمیتونست کسی بگه مگر از خارج از کره زمین زمینو میدیده. الان از خارج از کره زمین میشه زمین دید؟ خب ما در بشر همیشه یه طرف مشرق بوده یه طرف مغرب بوده. حتی نمیدونستن که آقا مثلا بین مثال شام و مکه و مدینه یک ساعت مثلا فاصله زمانی است. حتی اینا مردم نمیدونستن. الان ما به این خاطر میدونیم که تلفنه. آقا ما اینجا زنگ میزنیم میگه ما افطار کردیم، بابا توی لندن. ما میگه نه هنوز ما ساعت 4. خب تلفن به ما این کمکی کرده، ولی قبلا همه فکر میکردن که یک مشرق یک مغربه و مغربه اینو مشرق اینو اومد و مشارق و مغارب اومد. حالا نباید سجده کنه انسان، تعظیم کنه به خاطر الله پاک؟ ملحد که قبول نمیکنه دیگه، ملحد دیگه میخواد بره جهنم، فقط بحث میکنه. حالا بحث بعدیش ببینید. من کلمه به کلمه حرفاشو میخونم، حذف نمیکنم، گفتم فقط جملات طولانی رو تکراری رو حذفش کردم. ملحد میگه که حالا بیایید قضیه را وارانه کنیم. بالفرض که زمین مثل سطح یک میز صاف و مسطح می بود و علم امروز هم کشف میکرد که زمین شکلی مسطح دارد، آن وقت مسلمانان آیه نوع سوره مزمل را علم میکردند و همه جا در بوق و کرنا میدمیدند و میگفتند ایها الناس ببینید معجزه علمی قرآن را. قرآن گفته خدای مشرق و مغرب، مشرق و مغرب را به صورت مفرد به کار برده، یعنی یک مشرق یک مغرب، و این در صورتی صحیح است که زمین معجزه باشد، زمین مسطح باشد، پس این یک معجزه است. از زبان ما داره میگه. آری آری اگر چنین میشد مسلمانان همین حرف را میزدند. خوب گوش کنید. و هیچ صحبتی از آیه 40 معارج و 17 الرحمن به میان نمی آوردند. درست همون گونه که امروز هیچ صحبتی از آیه 9 نوع مزمل و 17 سوره رحمان نمی کنند، زیرا خوب می داند که اگر این دعای را مطرح کند محکوم خواهد شد و هیچ کس حرفش را نخواهد پذیرفت. بله ممنون تفر. آقای ملحد این کلیپی که ما ساختیم قبل از کتاب تو بوده، هر سه آیه را آوردیم، پس دیگه دروغ گفتی. میگه اگه زمین مسطح بود اون دو آیه دیگر از ما پنهان میکردن. چرا پنهان کنیم؟ مگه میشه پنهان کرد؟ مگه میشه آیه قرآن پنهان کرد؟ نمیشه که دست برد قرآن، که نمیشه دست برد. ببین حالت درست قبول نمیکنه، باز حالت فرضی میذاره، میگه مسلمان ها اصلا اعلام نمیکردن که آقا ما آیه داریم که مشرقین و مغربین، مغارب به مشارق. آقا جان من سجودی الان جلوت کلیپ ساختم، کلیپ پخش شد، کلیپ مال از سایت های دیگه گرفتم، از سایت های خودمون نگرفتم، پخش شده در دنیا. قبل از اینکه تو این کتاب بنویسی ما هر سایه را آوردی به دلیلم گفتی، پس تو فقط میخوای که بحث کنی، نمیخوای که قبول کنی. خب حالا بریم اشکال دوم ببینیم چی. آقا اشکال دوم این است که اشکال دومش ببینین، آنهایی که از تعبیر مشارق و مغارب کرویت زمین را استخراج می کنند، آیا آیه 19 از سوره نور را هم خواندند؟ والله جعل لكم الارض بساطا، خداوند زمین را برای شما مانند سفره گسترانید. خب چی میگه حالا؟ گفته باشه دیگه. در این آیه زمین به یک سفره پهن تشبیه شده است. سفره پهن شده یک سطح مسطح است، درست دیگه، و هرگز صورت کروی ندارد. آقایانی که از تشبیه زمین به گهواره حرکت زمین را استخراج می کنند چرا در این آیه سکوت کردند؟ از تشبیه زمین به سفره پهن شدن مسطح بودن زمین را استخراج نمی کنند. مرد نادان من برم بالای کوه ایورست، حتی در دامنهای کوه ایورست میشه یا نمیشه رفت؟ همه کوه هست یا نیست؟ ولی بازم زمینایی هست که وسیعه، میشه توش فوتبال هم بازی کرد، میشه اصلا توش اسب دوانی هم کرد. در ضمن اینکه کوه در ضمن زمین وسیع هم داره، دشتای وسیع هم داره. مثالی فقط براتون زدم. الان مثلا حتی چرا دور بریم، همین توپ فوتبال، توپ بسکتبال، برای ما شما یک توپی هست که کروی است، اما برای یک مورچه خیلی کوچیک که روش را میره سطح مسطح است دیگه، متوجه هستید؟ ولی من بیشتر توضیح دارم. پس در ضمن که میتونه
در ضمن اینکه میتونه مسطح باشه در ضمن میتونه کروی باشه، هر دو با هم میشه. مثل بیرندگی اون هفته با من گفته بود، تو گفتی که در خط مستقیم دور میزنه، خب در خط مستقیم دور میزنه یعنی در یک سطح مسطح دور میزنه. حالا ببینید این آیه دنبالش نخونده، همین آیه سوره نور رو والله جعل لكم الارض بساطا، دنبالش میگه اون لیل من به خاطر همین بزرگ کردم که این کور ببینه، لتسلکوا منها سبلا فجاجا، برای چی زمین رو پهن کرده؟ برای اینکه شما بتونید رفت آمد کنید در راههایش، راههای گشاد، راههای وسیع. یعنی خدا زمین رو برای شما هموار کرده، خلاصش همینه. خب مگه غیر از این میشده باشه؟ بله میتونسته باشه دیگه، میتونسته همه کوی زمین کره ایورست درست کنه، نمیتونسته؟ من قبل از اینکه کارت خود رو کنم و ملحد مفوت کنم و اینم حرف آخره، چون که این مسائل زیاد صحبت کنی باز بینندگان گیج میشن، باز میریم به سراغ صحبت های شما. کارت خود قبل از اینکه رو کنم که ملحد به طور کلی شکست بخوره و مؤمن سجده کنه، بذارید بقیه حرفاشو میخونم. مسلمان ملحد میگه اگر زمین مسطح می بود به شکل کروی نداشت، مسلمانان این آیه را دلیلی بر اگر کاشتیم در نیامد، اگر کاشتیم در نیامد دیگه برکن، حالا ما که نگفتیم. خب دو را باید قبول کنیم، یا دم خروس را یا قسم حضرت عباس را. یعنی میگه زمین هم میگه کره، هم میگه مسطح است، هم میگه کروی است. این میگه یعنی مسلمان ها هر چی که باشه میگه قرآن، از قرآن آیه دل میارن. چنین چیزی نیست. من به شما الان یه چیزی نشون میدم که شما تعجب خواهید کرد. اجازه بدید دارین در بیارم از این یک لحظه. این حتما ببینید، گفتم اینه که ببینید شما از دوباره سجده خواهید کرد برای خدای پاک. این نگاه کنید، باید مقایسه کرد. این چی آقا؟ این کره زمینه، در کنارش کره چیه؟ ببخشید برگردیم تا فرمان یکم نه برنگرد باشه. ببین این کره زمینه، کنارش کره مریخه. کره مریخ حجم واقعی ها، این حجم واقعی کره زمین و مریخ. خب حالا اگه کوهی که در کره زمین باشه 8000 متر باشه، خب کوهی که در بزرگترین کوه باید در مریخ 2000 متر باشه دیگه. ها حجمش ببین، ها حجمش ببین دیگه، کوچیکه نسبت به کوچیکی خودش، باید کوهاش هم کوچیک باشه. منتها برعکسه. خب نگاه کنید یک دفعه خوب در چشم خود بگیرید، در ذهن خود حفظ کنید، کره زمین بزرگه، کره مریخ هم کره سرخ کوچیکه. کوه کره زمین مثلا 8800 متره، کوه کره مریخ باید 2000 باشه دیگه، یک چهارمش باید باشه. ببینید حجمش یک چهارمه. ممنونم تافر. اما این کوه در کره مریخ، لطفا بیارید، این کوه در کره مریخه و عکس طبیعی هم هست. فکر میکنید چقدر بزرگه؟ به اندازه کشور فرانسه است. یعنی که کره به اون کوچیکی یک کوچ به اندازه کشور فرانسه است. فکر میکنید درازی چقدره؟ 27000 متر. کوه ایورست چند متره؟ ها؟ کوه ایورست چند متره؟ 8800 متر مثلا. این 27000 متره. حالا اگر ما کره مریخ رو با کره زمین مقایسه میکردیم، میگفتم خب در مریخ با اون کوچیکی که یک کوه 27000 متری است، باید در کره زمین یک کوه 100000 متری باشه. متوجه شدید؟ اگه خدا زمین هموار نمی کرد، حالا چجوری هموار کرده؟ اونو که بشنوید سجده می کنید. الان تو فیلم به شما نشون میدم. حالا چرا زمین هرچی بزرگتر باید که کوش هم بزرگتر باشه؟ اما خدا زمین یه جوری ساخته، خنده داره، خداوند زمین یه جوری ساخته که کوه اگه بلند شد نمیذاره که زمین بلند بشه، زمین فرو میره، زمین نرمه، نمیذاره کوه از 8000 متر بالاتر بره، 9000 متر بالاتر بره. هیچ امکان نداره در کره زمین. کره مریخ به این کوچیکی 27000 متر، یعنی 27 کیلومتر. در زمین باید 100 کیلومتر باشه. خب حالا اینو بشنوید، یک بار دیگه اینو گفته بودم، هواپیما از بالای کوه ایورست پرواز نمیکنه. هواپیمایی که مثل پرنده بال میزنه، آسمون براش همواره، زمینو بذارا در هوا هم نمیتونه راه بره. اگر که خدا زمین هموار نمیکرد، یک کوه ایورست برای ما گذاشت، تبت برای ما گذاشت، هواپیما از بالاش رد نمیشه.
هواپیما مسافری رد نمیشه. نگاه کنید نقشه هواپیمایی رو، مشکله. خب زن مردم چطور رد میشد؟ حالا فکر کن که مثلا یه کوی به اندازه کوی این اولمپوس، اولمپوس بهش میگن این کوی در مریخ رو، در زمین میبود. خب این ریشه کوی به اندازه فرانسه است. اگه اون میبود دیگه، مثلا فرض کنید که ایران و عربستان، ایران و عربستان و یک کشور دیگر بگیر، مصر هم بگیر، این یک کوه فقط میبود، ریشش هموار بود زمین؟ نبود. میتونستیم بالاش را بریم یا نه؟ میتونست از این ور کوه به اون ور کوه بریم؟ 8800 متر کوه اورست کما بیش، مردم که میره بالا افتخار میکنن چه زحمت یک نفر دو نفر میره. اگه 100 کیلومتر بود چطور میرفتید؟ اون هم 8000 متری هم هوا نیست، این در 100 کیلومتری چی کار میکرد؟ اگه خدا میتونه زمین هموار نکنه، حالا چجوری هموار کرده؟ این خیلی جالبه، تو کلیپ بعد ببینید. بیارید کلیپ دوم رو تا فرمون. آیا تا به حال به این فکر کردین که کوها چقدر میتونن بلند باشن؟ آیا بلندی اونها در همه سیاره ها یکسانه؟ بیایید ببینیم. کوه اولیمپوس مونز بلندترین همینقدر کافیه. برای اینکه فقط میخواستم به شما بگم که خداوند اجازه نمیده در زمین کوه بلند درست بشه. سنگین شد فرو میره تو آب، فرو میره، چون نیمه مذابه دیگه، زیر پوسته زمین نیمه مذابه، طاقت نداره کوه سنگین رو چی کنه، تحمل کنه، فرو میره، قدش کوتاه میشه. این هموار کردن زمینه. هستش یا نه؟ این تازه گفته 47 کیلومتر. گفتم میتونه 100 کیلومتر هم بشه کوه، ولیکن نمیتونه بشه، به خاطر اینکه خداوند زمین اینجوری ساخته، هم محکم هم محکم نیست. محکم است که میبینیم که محکمه، محکم نیست که اگه کوه بره توش فرو میره، که قدش کوتاه باشه که ما اذیت نشیم. اگر نه کوه 47 کیلومتری میبود مثلا بین ما و عربستان، والا اگه کسی حج میتونست بره. گفتم تازه ریشش به اندازه کشور فرانسه و انگلیس و آلمان و چند کشور دیگه میشه. لذا توجه کنید که حالا پس فهمیدی آقای ملحد. بریم به حرف اول، حرف که وقتی خدا میاد قدرت خودش رو بهتون نشون میده و تو اجازه بدید و تو قبول نمی کنی، اون دیگه گناهی توه. الله چی میفرماد؟ والله جعل لكم الارض بساطا، خدا زمین رو برای شما گستراند، گرنه اگه میتونستین کوی مریخ در اینجا بذاره و بزرگتر، دیگه شما نمیتونستید. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، نمیتونستین که راه ها داشته باشید، چون بدون راه که انسان پیشرفت نمیکنه. همین سطح دریاها، اکثر زمین دریاست دیگه، میتونستین هم صاف نباشه. خداوند پاک میتونست، حالا برید تو کرات دیگه حتما هست، اونجا به شما مالک بشر نرفته، حتما اونجا دریاهاش هم همینطور است که نمیشه راه رفت توش، موجایی داره مثل کو. لذا یک کمی عقل خودتون رو به کار ببرید، همین فقط دورورت نبین. فکر کنم این بهترین مثال بود. صحبت رو تموم میکنیم، بحث تموم نشده، ایرادای دیگه هم گرفته، ایراداش جواب بدیم، گفتیم ولی اندازه کافی. خب حالا پیام های بینندگان، اول از همه شروع میکنیم از آقای محمد از یزد، آقای محمد علوی که قبلا بیشتر با ما تماس داشتن، الان بازم ما رو پیدا کردن و موضوع مورد علاقه ایشون که میدونید موضوع صیغه است.
الان به یک کشف جدید رسیدن که صیغه برای تمتع است. ما فرمایش خودشون رو میشنویم. تماس تلفنی متاسفانه از طرف ما ناممکن شد. تماس تلفنیشون نمیتونه بگیره، واتساپی، چی میگن، اسکایپی. اون ان شاء الله ما هفته های بعد اگر زنده بودیم توفیق بود. حالا فرمایششون رو بشنویم، یک سوالشون رو میشنویم. سوالای زیادی گفتن یا توضیحات زیادی دادن، همون رو ما جواب میدیم و منتظر جوابش میشیم. اگر تو این جلسه جواب دادن پخش میکنیم. بله. ببینید جناب آقا سجودی، استمتاع و بهره‌بری از زن در قرآن کریم چند روش بیان شده. یکی این که به حال انسان از همسر دائمی خودش نکاح کرده و بر او به حال این حق داده شده که از زن خودش استمتاع بگیره، ولی از نظر کارهای دیگر و روش های دیگر هم به رسمیت شناخته شده. تو همون سوره مؤمنون آیه 6 و اینا گفته که ازواج خودتون او ما ملکت ایمانهم و کنیزانی که به دست آوردید. پس کنیزان هم میتونید شما از آنها استمتاع کنید. اصلا فکر میکنم که کنیزان شما میدونید میشه خرید فروش کرد. حالا قبلا که در صدر اسلام این کارا میکردن، الان هم که داعش و اینا بودن که دیدید شما تو عراق اون قبیله یزدانی ها بودن یا ایزدی ها که گرفته بودن، دخترانشون رو به عنوان کنیز میبردن و میفروختن، به خرید فروش میکردن. و ظاهرن هم حکمش هم اینه که هر که کنیزی خرید دیگه همه کاری باش میکنه دیگه، پس اونجا میشه استمتاع کرد. یه روش دیگه هم که هست اینی که حالا تو فارسی زبان ها بهش میگن ازدواج موقت، ولی ازدواج موقت ها خود این مردمان فارسی زبان گفتن اینا، ولی اصلش متعه است، باب و نکاح و متعه، اون چیزی که تو صحیح مسلم است. پس متعه است در قرآن کریم، متعه به رسمیت شناخته شده. فمستعتتم بهی من هنه فآتو هنه اجور هنه، میگه وقتی استمتاع شد از زنی اجرتشون رو بهشون بدین. ببینید فمستعتتم، وقتی که استمتاع کردید بهرمند شدید اجرتشون رو بهت بدید، یعنی متعه است دیگه. وقتی متعه کردید اجرتشون هم بهشون بدید. اجرتش چیه؟ همون چیزی هستش که شما اول با اینا، با اون کسی که با شما حاضر میشه تن فروشی به اصطلاح شرطی و شرعی با شما انجام بده. این دیگه من این چیزی که بهش رسیدم، قرآن متعه را به عنوان این میگه که وقتی از آنها استمتاع گرفتید اجرشون را بدید. این چیه؟ این واضح و مسلم است که متعه یعنی تن فروشی مشروع مشروط. حالا من تقریبا 3 دقیقه صحبت کردم، اگه میخواد شما صحبت بفرمایید صحبت بفرمایید. آقای رضایی عزیز، آقای محمد عزیز، شما من از حرفای شما بگم همه رو بگیرم، خب جوابی سخته. جوابی سخت نیست، سرگیجه میگیرید شما. ما بینندگانم، شما یک جمله گفتید، همون جمله رو بگیرید و همون لطفا جواب بدید. شما خودتون لفظ تنفروشی رو به کار بردید، کار ما رو آسان کردید. اتفاقا تو صوتی بعدی هم تنفروشی رو گفتید. این تنفروشی است که بیچاره مجبورن این کار رو بکنن. حالا مثلا از دید دیگه هم ببین دیگه، آیا شما راضی میشی که مادر بچه‌ت یک تن فروش باشه؟ بچه‌ای ازش داشته باشی و این بچه شیر هم بهش میده مثلا، باز مثلا باش بره و بعد از اینکه شما مدتت تمام شد بره به یکی دیگه تن به فروشی بده، به سومی تن فروشی بده، حاضر میشی بچه‌ت هم مثلا با چنین زنی بگرده مثال؟ نمیترسی که پسرت مثلا، پسرت، حالا پسر من مثلا، حالا که بگی کسی بر نخوره، من بهش اجازه بدم بره با تن فروشا، باز مرض نمیگیره؟ اما اون یکی چه، شما هم سوال اول جواب بدید، زیاد گیج نمیکنیم شما رو. چطور شما حاضر میشی که مادر بشه از این ممکنه بچه تونی بیاد دیگه؟ تازگی قرص های زده حامل که پیدا شده در این هزار اندی سال که نبود،
اگه بچه دنیا میومد دیگه از سیغه بچه دنیا میومد، چطور آدم حاضر میشه که مادر بچه، مادر دخترش تن فروش باشه؟ همین سوال جواب بدید. ما میریم به صحبت‌های بینندگان دیگه خود رو میشنویم تا جواب شما رو داشته باشیم. اتاق فرمان هر وقت جواب آقای چی اومد برای من بفرستید. یک بیننده برای ما فرستادن، ببینید ما همینطور که میفرستید میخونیم. سلام علیکم، بیارید لطفا. در دنیا کار خبرنگار پرسیدن است، اما در ایران کار خبرنگار توجیه کردن و پوشاندن سیاستمداران و افراد وابسته به حکومت است. در این کار حوزه و آخونده قلف کردن درباره امامان شیعه و توهین واهی دو چشمه و فحاشی به صحابه پیامبر است، همانایی که خداوند از آنها راضی است. در ایران کار اقتصادات از روی آمار غیر واقعی گفتن و وعده دروغ به مردم ناگاه است و به نفع جنهای منافق فعالیت اقتصادی ایجاد کردن است، یعنی رانت ایجاد کردن است. در ایران کار هنرمندان ساختن فیلم‌های جعلی، دروغ بستن به تاریخ است. در ایران کار بیشتر معلمین شستشو دادن ذهن کودکان و نوجوانان زمین است. در این کار مجریان تلویزیون ماست، هم مستمالی اشتباهات دولت است. تلویزیون هم مال خودشونه. در این کار نمایندگان مجلس فریب عوام مجلس فریب عوام پر کردن جیبای خود است. نمایندگان مجلس هم از خودشونه. در ایران کار ماموران شهرداری اذیت آزاد فروشندگان مستضعف است. در ایران کار مامورین پلیس توهین است. خب آخه چی عزیزم، میگه همینطور اگه بره ایران به ویرانه تبدیل خواهد شد. ببینید، میگه از شطور پرسیدن که گردنت کجه، گفت کجای من راسته. این حکومت آخوندی همینطور هست و فرمایشتون در این آخر درسته که این کاری که دارن اینا میکنن حتی ایران رو به تجزیه خواهد رسون. اینا در تاریخ چند بار کشور ما رو تجزیه کردن و تجزیه شده از ایران هم متنفر شدن از اون فرهنگ ایرانی، و این آخرین کاری که میکنن دیگه، میخوان ایران رو با دست خودشون ذبح کنن. بیننده دیگه باز آقای رضایی رو گرفته که آقای رضایی اصفهانی در شبکه کلمه در برنامه آقای ترشابی به مادرمون توهین کرد، حضرت عایشه ام المؤمنین، و شاهد من آقای عبدالرحیم از صحابه هستند. حالا من نمیگویم چی گفت، از دوست صحابه ایتان بپرسید که ایشان اینقدر وقت حرف زدن ندهید، وقت برنامه، وقت شبکه را هدر ندید. هدر باده هی دوشش این همه شبکه ازینه میکنه تا یک آدم بیعقل بیاید به مادرمان توهین کند. دوستان شما شیعه هدایت شده پاسخ بدهید. ببینید قرآن 6000 صفحه 600 صفحه است و در اون نقل قول کفار هست. کتاب طلایی قرآن خیلی صحبت های چی هست دیگه. پیامبر تو هم کتاب میگن مجنون، قرآن از زبان کافر ها. حالا ما مثال زدیم دیگه، حد آخر رفتیم که ما باید حرف مخالف بشنویم تا به اصطلاح سیاه و سفید معلوم بشه. این دیگه این فکر کنم الان ما در شبکه هم بحث کردیم، همه موافق هستن که مخالف. حالا آقای رضایی فعال است، یعنی کسای دیگه هم میان و گناهی رضایی نیست که فعال است. از آقای رضایی بپرسید که اگر یک در نفر بیارید نفر در به خانه ایشان رو بزنید و از او خواستگاری کند، باز هم برای خواستگاری یکی از خانمای فامیل رضایی که شوهرش فوت کرده یا طلاق گرفته برود، ایشان پادرمیانی میکنند که دو هفته صیغه قبول کند یا میگوید برو گم شو بی ناموس جواب دهید. فطرتا حتما قبول نمیکنند. فایل صوتی داریم پخش کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض خسته نباشید دارم خدمت شما استاد سجودی بزرگوار و همگی حق گویان در شبکه موفق جهانی نور. امیدوارم در سنگر توحید و حق گویی هماره در حفظ و پناه الله سبحانه و تعالی باشید و دشمنان شما ذلیل و رسوای دنیا و آخرت گردند، آمین و انشاءالله. سخنی دارم با ملحدان و دین ستیزان و کسانی که اکثرا سر سفره شیعیان بزرگ شدند و اکنون کیلومترها راه دور شدند از کشور ایران تا اینکه به خیال خود در کشور آزاد بتونن به اعتقادات مسلمانان توهین کنند و به اصولی که الله سبحانه و تعالی برای تربیت انسان آورده توهین بکنند. من بهشون میگم که این کار ضرورت نداشت و لازم نبود شما کیلومترها از کشور خود دور بشید و خود را آواره بکنید برای اینکه بتونید به اعتقادات مسلمانان و دین اسلام توهین بکنید. میتونستید در کشور ایران بمانید و دوشادوش حکام و شیعیانی که در حسینیه ها مشغول فحاشی و توهین به اعتقادات مسلمانان و الله سبحانه و تعالی هستند این کار را انجام بدید. و همچنین اگر ایمان ندارید که دین الله دین انسانیت و انسان ساز است و اعتقادی ندارید، باز میتونستید در کشور ایران بمانید، چون برای شما خانه های افاف همه مهیاست برای کارهای خاک برسری و همچنین میتونستید مشغول دزدی باشید، مشغول اختلاس باشید، مشغول قتل مسلمانان و انسانهای بیگناه باشید در کشور ایران، زیرا که شما اعتقاد ندارید و باور ندارید و دوست دارید که انسانی آزاد باشید. و
و بدانید که دور زدن قوانین ایران خیلی کار ساده است و مثل اروپا پیچیده و سخت نیست. پس به شما سفارش میکنم ای دین ستیزان، ای دشمنان اسلام و انسانیت، بیایید به کشور گل بلبل ایران و در کنار حکام شیعه ایران هر جنایتی که دلتون میخواد انجام بدید. ممنون از فرصتی که به من دادید. استاد سجودی بزرگوار، در حفظ و پناه الله سبحانه و تعالی باشید. آمین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله پاک شما رو حفظ کنه. نکته رو خیلی ظریف گفتید که نیازی نیست که من ادامه بدم. خیلی ظریف گفتید که ملت کفر یکی است. آقای رضایی سرخط هستند و توضیح میخوان بدن، ما فقط توضیحشون رو میشنویم. بفرمایید آقای رضایی. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت. بود بینندگان و آقای علوی که از یزد با شما در تماسن. من فقط جواب اون یه سوال اون نیست بیننده رو بگم که گفت که به مادر ما اهانت کرده. امروز آقای ترشاوی برنامه داشتن در خصوص جمل و سفین صحبت میکردن. در یه بخشی از صحبتشون فهمودن که مادر ما ام المؤمنین عایشه بعد از جمل فرمودن که اظهار ندامت میکردن، میگفتن ای کاش از مادرم زایده نشده بودم که در این جنگ مثلا دست به طرف جنگ جمل نمیرفتم، و به هر حال اظهار ندامت میکردن. من گفتم جناب آقای ترشاوی، ام المؤمنین اظهار ندامت کرده از جمل و در قصه عزاداری بر رسول خدا هم اونجا اظهار سفاهت کرده، گفته من سفاهت کردم که بر رسول خدا عزاداری کردم. اگر این سفاهت بوده است، آیا در قصه چیز در قضاوت آیا در جمل که شرکت کرد و باعث به اون همه کشتار شد، اگر سفاهت اینجا سفاهت هست یا اونجا اونجا بر پیامبر عزاداری کرده؟ اگر هر چیز هر سوالی توهین باشد و اگر این توهین است دیگه من نمیدونم با چه جوری صحبت بکنیم. این سوال کجاش میتونه توهین باشه؟ جناب آقای سجودی شما از این بنبست، اینجا از بنبست دارید نجاتتون میدم که حضرت عایشه خردسال بود، گفت من از خردسالی و اینکه جوان سال بودم و گفتم دیگه که من متوجه نبودم که باید سرکله خود نزنم در عزاداری. اما در وقتی که مسئله جنگ جمل بود، ایشون یک زن پخته و کامله بود، عاقله بود. هزار لفظ این که انسان عاقل هم اشتباه میکنه بهتر بود آقای رضایی، ولی موقع مشکل بزرگی نیست. سوال پرسیدن به هر طریقی که نیت مهمه، من با شما مخالفتی ندارم. من چون بینندگان میدونم الان که به سر کله من میزنن که چرا این رو توهین حساب نمیکنی. به گمانم شما در اینجا قصد توهین نداشتید. بله دیگه امری نداری. قطعاً قصد توهین نداشتم. خب میدونم آخه من شما رو میشناسم که شما توهین نمیکنید. ولی حالا اینکه اومدید سر خط جواب بیننده رو میدید که اگر یه کسی بیاد به فرض در خونه شما رو بزنه، حال فرضیه دیگه، میگه مثلا فلان فامیل شما مثال یا فامیل سجودی به دو هفته بده برای مثلا متعه، شما قبول میکنید؟ چون بیننده دیگه سوال پرسید، خودتون سر خط اومدید جواب اونم بدید. بله اصلا در این قضیه این اصلا این سوال نمیشه، یعنی برای تحقق صیغه به ولی نیاز نیست و اونم نمیشه. خب گل شد به سبزه آراسته شد. آقا آقای رضایی فهمیدم فهمیدم دیگه، میگه گل شد به سبزه هم آراسته، گل بوده و سبزه آراسته شد. یعنی من برای دختر من یکی بیاد اجازه نداره دختر من از من باید از من اجازه نگیره بره صیغه بشه؟ میشه هم چیزی؟ دختر شما اگر باکره باشد به ولی و به شاهد نیاز دارد برای انعقاد. دختر من به شما نمیگم فرق نمیکنه، فرق نمیکنه دختر شما دختر منه. متعلقه اینا خودشون با همدیگه زیرابکی کنار میان، فقط به خاطری که زنای من عقد نشه بعد اینا خیلی خود به عقد میکنن. به هر حال به گمانم همونم زیاد جالب نباشه که در خونه من مثلا دختر مطلقه من باشه یا مثلا شوهر مرده باشه و بیاد یکی ببردش به دو هفته. به هر حال من ازتون تشکر میکنم، حرف آقای علوی رو میشنویم چون که ایشون جواب دادن در همین راستا. الله حافظ شما. باشه الله حافظ. آقا سلام عرض کردیم، خیلی ممنون آقای سجودی که به هر حال رعایت فرمودید. به حضور شما عرض کنم که ما تو این پیام ها یه جا عرض کردیم که در رابطه با اینکه به هر حال این بحث مطرح نشه که آیا شما خواهرتون یا مادرتون، از این حرفا که شما فرمودید، من این همه مسئله مطرح کردم، آیه قرآن آوردم بحث کردیم. شما من گفتم تو قرآن آمده است که اونایی که استمتاع میگیرید مزدشون رو بدید. پس من اونی که میاد مزد میگیره به عنوان اجرتش به عنوان مهریش مزدی را طلب میکنه، داره تنش را میفروشه، داره تن فروشی میکنه. خب به هر حال یه گرفتاری داره، یه برنامه‌ای داره،
اسلام هم اومده گفته که آقا شما اگر میخواد تن فروشی کنی شما نمیتونی که مثلا غیر شرعی باشه، میای تو بحث شرع از اون شرط و شروطایی که گذاشتیم رعایت میکنید شرعی میشه. مثل اینکه نکاح چیه؟ شب با یه خطبه یه مرد نامحرم با یه زن نامحرم حلال میشن، اونم هم همینه، فرق نمیکنه. شما در زمان صدر اسلام که مت جایز بود، من عرض کردم دیگه تو پیامای قبل بعدش هم به شما عرض کردم، در مقابل یه مشت آرد یا یه تیکه پارچه مت میکردن. خب حالا شما بگو که آجون در زمان صدر اسلام این کارا میکردن، پس حالا بیان همه خارمدارای خودشون هم یه تیکه پارچه بگیرن یا یه تیکه مثلا یه چیزی بگیرن، یه مشت آرد بگیرن بعد بیان مت کنن، این که نمیشه. شما جواب علمی بدید آقای سجودی. عرض کردم آیه قرآن آوردم، این شما با اینا بحث کنید، این که من حالا گفتم تن فروشی، قرآن داره میگه، به هر حال قرآن هم داره میگه، مشکلی هم نیست، همون تن فروشی رو شرعیش میکنن درست میشه، هیچ مشکلی هم نداره. و این بحث هم نکنید که خواهر و مادر، این حرفا رو نزنید، این حرفا رو که بزنید مشخصه که شما جواب علمی ندارید بدید. ممنون، تشکر. اول من قبل از این بازم برم به جناب آقای رضایی که به بینندگان گمان من آقای رضایی قصد توهین نداشت و از خواست یک نکته رو به بیان کنه، هرچند که بر ما شما که حضرت عایشه مقدس است زن پیامبر ماست، این صحبت ها توهین حساب میشه و از دیدگاه اون نگاه کنیم، اون یک چی است. خواستم فقط یک دفاعی کرده باشه، میدونم خوشتونم نمیاد، اما بریم سر صحبت شما آقای احمد علوی عزیز. قانون قرآن هم نمیتونه حالت قرآن بر من چی کنید؟ اول که ما که میگه تو قرآن نیست، بحث ما این است که ما قبول نداریم اینو، ولی حتی ما فرض بر این گذاشتیم، بحث من علمیه که فرمای شما استنباط شما از قرآن به اصطلاح درسته. خب قرآن کتاب ذکره، یعنی کتاب فطرته، آیا فطرت انسان قبول میکنه چنین چیزی رو؟ به خاطر همین سوال خواهر مادر مطرح کردم فرضی، که آیا قبول میکنه یک انسان که مادر بچهش بد تن فروش باشه؟ قبول نمیکنه. حالا شما میگه این علمی نیست و از قرآن برای من دلیل بیار، ولی قرآن نمیتونه که من از قرآن استنباط کنم که آقا من بچه اول خودم بکشم. قرآن که چنین دستور خلاف فطرت نمیده، همه دستورات ایران با اسلام باید مطابق عقل باشه. حالا جواب از قرآن خواستی، اینم جواب از قرآن، ولی یک سوال میپرسم. گفتید دیگه بیار دیگه. ببینید آقا شما این آیه رو آوردید، اجازه بدید، شما فقط اینجا رو خوندید توش کلمه چی رو؟ فمستمتعتم بهی من هن فاتو هن اجور هن فریده. این جمله رو میخوند دیگه، این جمله رو بذار به یه رنگ دیگه هم روشن کنم که شما ببینید. از همش از این آیه اینو خوندید، بقیه آیه رو نخوندید، در حالی که این آیه اصلا آیات قرآن باید از اول خوند. معمولا هفت آیه قبلش هم باید خوند، هفت آیه بعدش هم باید خوند تا معنی رو فهمید. حالا من از آیه 22 براتون میارم، شما فقط همین جمله رو میخونید، همین جمله رو، بغیر کار ندارید، چون میدونید اگه بغیر بخونید اوضاعتون خراب میشه. خلاصه میگم، وقت نمیگیرم. آیه در مورد صحبت ازدواج، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، عروسی نکنید با کسی که پدران شما با اون زن عروسی کردن. داره حرام رو میگه، دنبالش ادامه میده، حرام شد بر شما مادرای شما، دخترای شما، خواهرای شما، عموهای شما. یعنی چی حرام شد؟ حرام شد که نگاهش نکنید، مهربانی نکنید، نه حرام شد که باش عروسی نکنید. نکاح، صحبت از نکاح، آیه صحبت از نکاح، آیه صحبت از نکاح میگه مادرای شما بر شما حرام است. چی حرام است؟ خدمت کردن به مادر حرام است، حرف زدن حرام است؟ نه، بله، ازدواج حرام است. پس صحبت در مورد ازدواج، ازدواج موقت با مادر حرامه یا ازدواج دائم حرامه؟ آقای علوی میگفتی علمی صحبت کن دیگه، ازدواج موقت با دختر حرومه یا ازدواج دائم حرومه؟ پس صحبت از ازدواج دائمه. بعد از اینکه همه اینا رو میشموره که اینا حرومه، فلان حرومه، فلان، دو تا خواهر با هم جمع کردن، با هم عروسی کردن دو خواهر حرومه، میرسه به آیه بعدی که بازم میگه زن شوهردارم به شما حرومه. خب زن شوهردارم حرومه؟ موقت حرومه؟ نه، دائما حرومه. خب بعدش میفرماد و اوهل لکم. خب ببین اینجا گفت دائما به شما، حرمت علیکم، حرام شد بر شما. او زرد، ببینید جمله زرد، ببینید بعد از اینکه حروما رو شمرد چی میگه؟ میفرماد و اوهل لکم، حلال شد بر شما. چی حلال شد؟ موقت حلال شد. چرا آیه موقتش کردی آقای رضایی، آقای محترم، آقای علوی عزیز؟ غیر از این به شما حلال شد که با مال خود برید
چی کنید؟ ازدواج کنید دیگه. صحبت از ازدواج، صحبت اصلا چیز دیگه نیست، تمتع نیست که. صحبت از ازدواجه. خب هر ازدواجی کارش تمتعه دیگه. به اموالکم که با همسر برید، چون که زن دائما بدون پول که نمیشه. محسنین غیر مسافرین، پاک دامن، غیر از کسی که دوست بگیره. عرض به حضور شما که خب باز میگه که وقتی از اونها شما این آیه رو گرفتید سیگه، وقتی که از اونها بهره بردید اجورشون رو بدید، یعنی مهریهشون رو بدید، تموم شد رفت. باز تموم نشد آیه، دنبالش میگه کسی که نمیتونه از شما طاقت نداره که پول نداره که عروسی کنه، انگن که ببین باز نکاح اومده، نگفته نکاح موقت. زنان پاک دامن مؤمنه رو پس از کنیزای خودتون که مؤمنات هستن چی کنید؟ باز میگه چی میگه؟ فن که هن عروسی کنید با اونا، نمیگه موقت عروسی کنید، به اذن اهل هن. خب باز چی میگه؟ همون جمله که شما هی برای من تو کله من میزنی اینجا تکرار شده دیگه. چی شده؟ گفته که آقا با تو هن اجور هن، اجرتشون هم بدید، یعنی مهرشون رو بدید. پس اجور مهره، بالا اینجا اجور اومده، اجور هن اینجا اومده، اجور هن مهر شما برداشتی، نمیدونم پول گفتی چی، مسئله فاحشگی رو گفتی است، معذرت میخوام، گفتی مسئله صیغه موقته. حالا معنیش هم ببینید، شاید راحت تر برای شما حرام بشه، مشخص بشه. صحبت از ازدواج حرام شد برای شما، مادر، دختر، خواهر، فلان فلان فلان. این چرا اینجوری میشه؟ بله، دختر و زنان شوهردار برای شما حرام شد، باز میگه حلال شد برای شما زنای دیگری غیر از اینها. این ترجمه ایشی هم است که آنان را با اموالتان بخواید، موقت بخواید. مادر مگه موقت حرام شده که وقتی حلال شد موقت حلال بشه؟ ها آقای محمد عزیز، میگه وقتی از اون زنان بهره مند شدید، مگه شما زن ازدواج دائم بگیرید بهره مند نمیشید؟ نکاح یعنی بهره مندی دیگه. مهره او را به عنوان واجب مالی بپردازید. بعد دیگه باز میگه از شما کسی به نگاه کنید، از شما اگر کسی به سبب تنگدستی نتواند با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند، با کنیزان جوان عروسی کنید. چرا؟ برای اینکه زن آزاد مهریش زیاده، زن کنیز مهریش کمه دیگه. زن صیغه که اصلا مهریه نداره دیگه، پول 200 دادن که هر گدایی هم میتونه بده. پس گفتی دلیل از قرآن بیار، این هم دلیل از قرآن، علمی بگو، این هم علمی، هرچند که حرف اول من هم علمی بود. منتظر جوابتون هستیم. من کمی با عجله گفتم به خاطر اینکه بذارید حالا، به خاطر اینکه وقت کمتر گرفته بشه. اینجا یک بیننده صحبت جالبی کرده که به برنامه ما مربوط. ایشون گفته، جمله گفته که من اصطلاح رو اولین بار میشنوم، هرچند که معنی اصطلاح رو میدونستم. برهان مکملیت، یعنی میتونیم از این که چیزها مکمل هم دیگه هستن ثابت کنیم که خدا هست. باز توضیح داده، بیارید جمله رو. واضح است که نمیشه کلید بدون آگاهی از قفل ساخته شده باشه. ببین، واضح است که کلید بدون قفل ساخته نمیشه، یعنی کسی که کلید ساخته قفل ساخته، و امکان نداره که کلید الکی ساخته شده باشه، قفل اخلاقی ساخته شده باشه، یعنی بگیم همین اتفاقی ساخته شده با هم جور در میان. قطعا برای ساختن کلید مستلزم این است که قفل را دید و حتی طراح قفل قبل از کلید در ذهنش تصور شده باشد و به آن فکر کند. حالا انسان و سایر موجودات هم مانند قفل و کلید به صورت جفت مکمل هستند، طرح اندام جنسی آنها. پس چون مکملند، قطعا میبایست توسط یک نفر بینا و آگاه طراحی شده باشند. دنبالش میگه که ریچارد دافکینز در کتاب ساعت ساز نابینا، انتخاب طبیعی کور و ناگاه هست و هدفی در سر ندارد، نقشه‌ای برای آینده ندارد. در نتیجه کاملا بدیهی است که برای ساختن قفل و کلید و دو موجود نر ماده به صورت مکمل اندام جنسی آنها، قطعا نیاز به بینایی و هدف و نقشه‌ای در ذهن یک طراح خالق است. بله، ممنونم تا فرمان. ببینید، این خیلی برهان قویه. چرا؟ تازه دوست ما معذرت میخواه از اندام جنسی گفته، مسئله در اندام جنسی خلاصه نمیشه. سلول هایی که به اصطلاح قبل از اندام جنسی تولید میشه، اندام جنسی فقط وسیله انتقال اون سلول هاست. اون سلول در شکم تخمه که ما به اصطلاح زن با به اصطلاح اسپرم مرد با هم جور در میاد که انسان درست میشه. میشه مگه این اتفاقی در اینجا درست باشه؟ اون اتفاقی بهترین جواب دادید، و اگر کسی که کور نباشه این قبول میکنه، من جواب بیننده رو بگم. بهترین جواب گفتید. سلام عرض میکنم، بفرمایید. بله، خب پیام صوتی داریم، پخش کنید. سلام علیکم آقای
سجودی گرامی، حال شما خوبه؟ سلامتی؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. در جواب این آقایی که الان داره بحث میکنه، از آیه فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن دلیل آورد. گفت چون استمتاع یعنی متعه، یعنی همون لفظ رو گرفت، پس اونو چسبون به متعه. خب اگر با این نوع استدلال باشه، خب در قرآن آیاتی هست که اونایی رو که واقعا متعه میکنن جهنمی میدونه. مثلا خداوند در قرآن میگه والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. کسانی که کافر شدن متعه میکردن و میخوردن همانطور که چارپای میخوردن و آتش جهنم جایگاه اونهاست. با اون نوع استدلالشیه که هر کجا مثلا گرد گردو هست، خب ما میتونیم هم بگیم که اونجا اگر استمتعتم هست، اینجا یتمتعونم هست، اونجا رو متعه میگیری، اینجا رو هم بگیر. پس اینجا هم گفتم اونا که متعه میکنن اونا جایگاهشون جهنم، اگه قبول میکنی؟ اگه اینجا قبول نمیکنی، اینجا به سیاق آیات نگاه میکنی، اونجا چرا به سیاق آیه نگاه نمیکنی؟ قبلش در مورد نکاح دائم هست، بعدش در مورد نکاح دائم هست، اونا رو بس نمیکنی، فقط میایین همین یک کلمه رو میگیر، اونم با فا شروع شده، فای تعقیب شروع شده، یعنی این مستقل از آیات قبل نیست. چرا؟ پس سیاق رو اونجا نگاه میکنی، اینجا نگاه نمیکنی، یک با محوا دو هوا. چرا؟ بیننده عزیز، خیلی فرمایشتون متین و درسته. من یک بار دیدم 60 و چند بار کلمه تمتع اومده. اگر توش حتی تمتع این به نارم اومده، اگر که کافر میدونست که موقت میره جهنم که کلاش از خوشی به هوا مینداخت. نه، طبعا کاملا همطور که شما فرمودید، فقط یک جمله رو گرفتن و اینجا تمتع به معنی ازدواج. اصلا صحبت از ازدواج، ازدواج هم یه جور تمتع دیگه. مگر انسان عروسی دائم میکنه تمتع نمیکنه؟ فرمایشتون کاملا درسته، 60 چند بار اومده، هرگز به معنی موقت نیومده. همین آیه هم به معنی موقت نیومده، به زور دارن میگیرن به عنوان موقت. و بله، بیننده این نوشتن که قبل از که از آقای چیزو پخش کنیم، ممنونم از شما بیننده عزیز، گفتن که از این آقا بپرسید، منظورشون از آقای علویه. خب آقای علوی کسی پیدا شد که بله بیارید لطفا، میتونید تا فرمان بیارید سفر. از اینو به شما با یک مشت آرد، نه بلکه با مبلغ توافقی برای من از فامیلاتون صیغه میکنید، یا راضی هستید یا بستگانتون چنین کنید. وا نصیب، کدام پیامبر به کدام امام با یک مشت آر سیغه چند روزه کرده؟ آقای سجدی اوضاع خیلی خراب است. جالب است که شما اینو گفتید. خداوند میفرماد در آخر این آیات میگه سنن مردمی که قبل از شما هستند رو میخوام برای شما بیان کنم. ببینم آیه در همینجا من نوشته بودم یا نه، ندارم آیه اینجا. یعنی آخرش میگن این سنن قوم قبلم نبوده. 120 هزار پیغمبر اومده، کدوم پیغمبر سیغه کرده؟ کدوم پیغمبر سیغه کرده؟ با زنای سیغه شما میشناختیم دیگه، درسته؟ لذا فرمایشتون کاملا درسته و هیچ فطرتی این رو قبول نمیکنه، هیچ فطرتی این رو قبول نمیکنه. اما آقای علوی جواب دادن، متاسفانه که طولانی جواب دادن، سعی کنید کوتاه‌تر، ولی با این وجود دیگه پخش میکنیم. بفرمایید. سلام عرض کردیم جناب آقای سجودی. ببینید، هیچ شما قرآن که آیه‌هایی که تلاوت فرمودید در رابطه با این که چه زنانی بر شما حلالند و چه زنانی بر شما حرام، آیه مشخص میکنه که چه کسانی بر شما حرام و بعد میگه ما برای اینا شما برید با آنها ازدواج کنید، محسنین غیر مسافحین، یعنی با آنها ازدواج کنید. اینجا آیه تموم میشه، پشت سرش در رابطه متعه است، بعدش هم در رابطه با ازدواج با کنیزان. اینجا سه چهار شما آیه رو اینجا تموم کردی. آیه علوی، من حرفتون رو پخش میکنم، برای اینکه میگه آیه اینجا تموم میشه، غیر مسافرین تموم میشه، آیه که تموم نشده. و این ف یعنی پس، معنیش این است که جمله پس این کارو بکنید، معنیش این است که ف رو من بزرگش کنم. ببینید آیه تموم نمیشه، این ادعای شما درست نیست، آیه تموم نمیشه. آیه رضایی، این آیه علوی، این ف اومده، پس
مستمتعتون بهی منهون، وقتی که با مال با از اونها چی کردید بهره بردید چی بودید اجورشون رو بدید. بله، پس این فهم آیه تمام نمیشه، آیه تمام نمیشه و اصلا آیه دنباله داره و اینجا دوباره و اومده، اینجا یک وای دیگه اومده، آیه از چند قبل شروع شده ادامه داره. و کسی که نمیتونه، پول نداره، صحبت در پول نداشتن دیگه، اصلا سیغه در این مورد بود. خب دنباله حرفشون، ببخشید قطع کردم حرفتون، بفهم. ازدواج و متعه و ازدواج و کنیزان را پشت سر هم آورده. من عرض کردم برای شما فمستعتم بهی من هن فعاتو هن اجوره هن، این یعنی چی؟ اینجا میگه متعه کردید، اصلا فمستعتم یعنی وقتی متعه کردید، کلمه متعه را آورده، شما یادتون یه چیزی دیگه تفسیر میکنید. بعد میگه اجرتشون را بهش بدید. بعد هم میگه ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه، من بعد الفریضه یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما اجرتشون را بهش دادید، بعد از این دوباره با هم دیگه راضی کنید. این کلمه بعد یعنی چی؟ یعنی قرار گرفته بین یک زمان مشخص، که زمان مشخص فقط تو صیغه است دیگه، تو متعه است. تو متعه دو تا شرط داریم، یه شرط داریم بابت اجرت و به اصطلاح اون مهریه، یه مدتی هم مشخص برای مدت این عقد. هم مدت گفته من بعد، یعنی بعد از این، بعد از این که میگه یعنی تموم شده. حالا بعد از این که تموم شد، شما دوره میتونید با هم دیگه چیا کنید، با هم دیگه همدیگه راضی کنید که این ادامه پیدا کنه. همین که تو بخاری هم هست، میگه ما در اوایل سه روزه متعه میکردیم، بعد از سه روز دوباره تمدید میکردیم. اینا تو کتاب بخاریه. اینجا نگاه کنید، وقتی که میگه شما و مستعتم بهی منهن نفعاتهن اجورهن، نمیگه وقتی که استمتاع کردید مهرشون رو بهشون بدید. ولی در نکاح اینجوری نیست، استمتاع نیست. تو نکاح وقتی که شما عقد و جاری کردن، چه استمتاع بگیرید چه استمتاع نگیرید، این آیه صریح قرآنه که نصف مهریه را باید پرداخت کنید، نصف مهر را باید بدید بدون اینکه استمتاع کرده باشید. ولی اینجا داره با لفظ استمتاع به کار میبره، وقتی متعه کردید مهرشون را بدید. این چه ربطی داره با آیه نکاح دائم؟ اینجا نکاح دائم ها کسی نگه میگه، میگه نکاح دائم، من از شما میپرسم نکاح دائم منظور اینه که همش از زنشون استمتاع ببرن؟ نکاح دائم یعنی که تشکیل خانواده بدید، صاحب فرزند بشید، از این سری کارا هست، نه اینکه فقط استمتاع باشه. اصلا کلا این آیه مشخصه که در رابطه با متعه است. بعدش هم این که شما فرمودید، بله، ازدواج با کنیزان را مطرح کرده، چون سه رقم ازدواج اینجا مطرح کرده. شما به اینا توجه بفرمایید. ممنون، تشکر. آقای علوی عزیز، شما وقتی مسئله به این واضحی رو قبول نمی‌کنید که این آیه اونجا تموم نمیشه، فقط به خاطر اینکه حرف خود بزنید میگید که تموم شده. ولی من اینجا یک سوالی از شما میپرسم که حرف شما رو قبول میکنم. بینندگان شما نگید باش بحث کن، چون اینجا دیگه جای بحث نداره. من حرفشون رو قبول میکنم، فقط میخوام یک سوال از شما بپرسم. چه داستانیه که خدای شما در این قرآن شما وقتی میخواد که احکام شیعه رو بیان کنه، دارم این توضیح میدم برای که من دارم اون آیه رو میارم اینجا بذارم که بینندگان ببینن که منظور من چیه. وقتی میخواد احکام شما رو بیان کنه، چرا الله پاک عرض به حضورتون که یک کلمه رو میگیره در بین هشت آیه؟ مثلا وقتی میخواد پاک بودن اهل بیت چی کنه، هشت آیه این ورش مال زن هست، دو تا آیه اون ورش مال زن هست، باز اون وسط میاره که نمیدونم یورید الله ان یوزف انکم رکس اهل بیت. خدای شما اگه خجالت میکشید از دنیا که اینجوری کار میکرده، یا نه شما دارید تفسیر درست نمیکنید، تفسیر شما درست نیست. آیه رضای آیه چی؟ همین که شما میگه که وسط آیه رو برداشته باز یه دفعه شروع کرده به تمتع، دیگه هیچ چیز تمتعی نگفته که آقا این چه جوری عقدشه، چه جوری شاهدشه، چه جوری مهرشه، چه جوری ارثشه، ولی در مورد ازدواج دائم توضیح داده و باز خجالت کشیده در کنار چیز دائم آورده. چنین چیزی که نمیشه.
من سوال دیگه ازتون میپرسم، این بحث تموم میکنم، چون میدونم که شما اینو قبول نمیکنید. یک سوال دیگه میپرسم دیگه در رابطه با همین، اجازه بدید این بپرسم، باز بذاریم برنامه رو برای دفعه بعد. اینطور رد میکنه بیننده که ما آدم نمیدونه دیگه چی بگه. یک بار یادم میاد که ناراحت نشید آقای استادی از این صحبت من، یک چیز یادم حالا یادم رفتم، میگه تو مدرسه بودیم از معلم انگلیسی یکی پرسید که معنی این چیه، گفت معنیش اینه، گفت معنی همین چیه، مثلا گفته سفیده، معنی سفیدم نمیفهمیده، گفته یعنی سفید یعنی چی، یه چیز شبیه به این. حالا این داستان شماست، بذارید من اینو به شما بیارم، ببینید آیه رو ببینید اینجا چی میگه. یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. خداوند میخواد که برای شما بیان کنه و شما رو هدایت کنه به سنن کسانی که قبل از شما بودن. یعنی چی؟ سنن 120 هزار پیغمبر قبلی، آدمای صالح قبلی، و به شما توبه کنه، چون این قانون جاهلیت پیدا شده بود صیغه، به قول شما اگه صیغه باشه، یا گره‌های دیگه ای که هست از فاحشگی و غیره. خب این سنن اگه بوده، این سوال جواب بده. حالا این دفعه که وقت گذشت، این چرا این سنت فقط در زمان پیغمبر ما بوده، در زمان پیغمبرای پیشین نبوده؟ منتظر جواب شما هستم. وقت تمام متو فرمان، وقت تمام، خداحافظی میکنیم. این بیننده رو سر خط صحبت میکنم. الله حافظ شما، بفرمایید. أشهد أن